سلام دوست عزیز، خوب و جور و صحتمند و سر حال باشید. امیدوارم کالای جانجاری در جان شما و درست کردن به روزگار و ایام به کام شما. امیدوارم که هر روزی از شما طبق میل و مراد شما بگذارم. انیسا آقای سلام علیکی کنه با دزا خواهد کنیم سلام از تو، کافی نیه ولی از ما نمید طرف اون گر گر تو اونش که ما فرصت نمیده نه دستا و تقم نیه. سلام بلده بیقین چیم دستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید، امید که خانایشیم گرم، دیلایشیم خوش باشن. دستا شرط شرط سیدور برمونه در آن کوب مونه. دستا ما واقعی میمروز گندم بریوب دید که پیلم تاها به دیز مردم آچه ما مگیم به دیز خود خم پیلا بیرو مگه نه ما دشنا نیستم نه با پیلا داشتم 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 او تا گیر بیدی امارا پیلا دروانه کمیل بوده که سوحیل بوده و دور خب عزیزم امروز روزای سویسته بودم بخرا اور چومه که گندم بریو دید پیشتر روزم گندم رم بخری و کم زره پیشم زکو کنیم وقت دان زاینش نه آره با خدا دوستا دیگه زمستو بی کوک نمیشه نه آقای؟ آره ده زمستو چون بیکاریه آلاف اردونیه شفتل دراو کی دونیه مثلا مال بور کی دونیه مال بش کی دو یه چیزا او کارهایی که در تابستان میشه در زمستان نمیشه دیگه مجبور آدم اگو کوک کنه مثلا در قمی آقای ولی شک 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 کوک کنه دوستا مثلا در ساعت نکید سرای هارا این می سه روز میشه که بلده سوحیل اوزکار دیست که کوک مونه نه قابل امزور نه خیلی بلدی کومونم سم کومونم غدر کومونم شما اگر باشید بلدی شما کومونم دوستا مگه شما اگر مبشید بلدی شما وزکت کومونم ای البته بلدی سوحیل نی بلدی لالی چخونه ایشه بلدی محمد جان دیگه بسیار قشنگ کوبشی دیست که در قیرون بلدی سوحیل هم کومونم این خوش بلا مسیحی دیگه یه چخونه هم در از خاطره آره اینه خیلی قشنگ اگر شما فرمایش داشتین یا کلا یا اسکر سویاقیم در خدمت چی مستا با دیشم کارگونه پس شما چی خواهیم؟ من خالا چمایش رو کم نگم اگر چمایش کم نگم نزو پاس آسار میکردم یه خوبه کنم کوکش بطاق کنید آره چما کایش من دار دیگه تبالینی زرد کوک میشه زرد کایی دیگه کوک کلای دوستا از توی آقای نشد تو مصد ما سخت نشونم دیمه لشم مورا سرد بودی بسیار چنم دستی کم نگیم سایی کن کوک شده تو چولا کوک منک کشتن سایی کن ما بلده خو کالای چیز کپتومار کوک کدوم دیگه دستیم درد نکنم واقعا خیلی زحمت کشتم بله زید خیر کنه کلی خب دوستای عزیز دیگه این آقای خیلی خوش داره کوک مگره مثلا رقم رقم کالاهای شال بله کوک کده شیشه دوزیر بله رقم بیتومار گیرو خامک همه چیزا بله ره ها یک دنیش نگفته من ده که بافت را خیلی قشنگ بلده امزو کوکی ترکشین بلده؟ از کوگا و کوک نیست که بلد نباشم کوگای ترکشی خس قشنگ شنگ لاچه ایزار بلده آقای کوک کده بلده رو بگوش کنی خب بینده های عزیز دیروز ده خانه ششته دوم امیتر خب ده ایز مانا خیلی یخه امیتر آهنگار باش دون گوش کدوم آهنگ آبی میرزا مثلا ده ما بین زود آهنگاییم بود باز امیالی دیل مسته که از آقای پرسان کنم که درباره آبی مرزا میگه نه؟ آره آره معلومات دیره یا نه؟ اگر دیره بلده شما بگه و شما خیلی خیلی قشنگ قشنگ دوبایتی ها خونده اگر خوش شما ماد باز گوش کنه دیل پاس چون یک زن بسیار قشنگ خونده هم سخواتی سرای آقای خموگی معلومات دیره آقای دوباره چی؟ خب آره چرا نه؟ خب کی باشه که مثلا از سرزمین خودمون چی باشه وقتی از امو جامعه باشه دمو جامعه که چه خشه و تحت تاثیر از امو فرهنگ و قرار گرفته باشه و خود خود بنخشه او هم از شخصیتی مثل آبی مرزا بی خبر باشه این کار نره بشک آفرین چون آبی مرزا در سطح هزارستان و در سطح هزارجات نمونه یا خواستن در بین زنها خب گذاشته شجاعتش در قسمت حفظ فرهنگ و در زحمت کشیده خب اگر از شیرین هزاران نام بگیریم خب یک مسیر جوگری بردن خب تنها از آبه مرزا این آبه مرزا یا مادر مرزا خب مشهور در دختر مالستانی هم مثلا دختر مالستان هم مگیم گل آقای هم مگیم و دلارام هم مگیم آهنگای دلارام یا گل آقای یا دختر مالستان ارسش بلده آبه مرزا ما گفتم خب آبه مرزا تا جایی که من معلومات دروم البته هم نظر به نوشته ها یا بیاناتی از استاد فیاض محمد حسین فیاض که نویسنده ام چون از مالستان است استاد بخش که اغلایشون را بلده تو مگیم
خب گفته بودن که آب مرزای دلارام در سالای 1340 در مالستان به دنیا آمده، در منطقه لالچک، بعد از لالچک در منطقه نوده توی منو در منطقه نوده مره، نوده مالستان، نوده مالستان. خب زمان در نوده مالستان مره، چون در زمان شرایط زیغتر بوده، تنتر بوده، یعنی که هنر فرهنگ در بین مردم قصد جای خراب باز نکدادن. خب با وجود از اینکه به مرزا گاه گاه تشکی یا یلغو شعر میخوانده، آواز میخوانده، هر از گاهی علاقمندان آوازش حتی از جاهای دوردست مالستان میامده به خاطر از اینکه آواز به مرزا گوش کنه، چون در زمان این نمونه بدادن. به مرزا رفت رفته، اگر بگیم که آوازخان گفته نمیتونه به مرزا، چون آهنگ هیچ وقت اجرا نکده، اما آهنگ جاهایی خوانده که چون اگر خب از پس از نو سرکنم ده زمانای سابق که بوده در محافل توی و شوشینی یا همه جمع جماعت که جمع موشتن، ممنون خب دختر رو جمع میشته در اونجا شعر میخوانده، رقم شاوی چار به پال بره، نه؟ خب شعر میخوانده، غزل نمیخوانده، غزل میخوانده. آبه مرزای دلارام هم یک از نمونه دختره بوده که این با شجاعت تمام سنگ تمام گذاشته بوده، ولی در برخلاف رسم و رسوم، برخلاف جامعه و برخلاف انانات و خصوصا جامعه سنتی و اون در عرصه هنر و فرهنگ گام برداشتن دشوارتره. آره خیلی سخت. آبه مرزا زمانی که در منطقه نوده میه با شخص آشنا میشه که اهل هنر بودن، خصوصا استاد صفدر مالستانی که هم از مالستان بودن، استاد صفدر مالستانی البته راه شاد که در سال 1391 در دشت برچه کابل رخت سفر بست، راه شاد باشم. استاد صفدر مالستانی یک عمر در نام آقای دلارام آهنگ خوان، به خاطر از اینکه زمانی که آب مرزا بنابر اتهامات قومی یا بنابر اکثر شبههایی که از بین مردم بنابر آب مرزا شد، خب مرزا راهی زندان شد و خیلی زیاد در پای باد غزنی زندانی شد و بعد از هم در کابل زندانی شدم. و وقتی که در زندان مرا به مرزا در اون جمع می آواز خاندون خورا و آهنگ خاندون خورا در بین زندان هم با وجودی که مادر سه فرزند بوده، دو بچه و یک دختر، بچهشم یک شیران بوده و یک شما خابولا فکر کنم دخترشم در ما آقلای نوده هم. بعد از او آب مرزا می آواز خاندون خورا اعلان نمونه. خب این در زمان که در زندان بودم صفدر مالستانی یکانه کسی بوده که چون آوازی زیر داشته ده، آوازی بری که زنانه داشته ده، به مو خاطرم امو رای آب مرزا را ادامه میدیم، چون آب مرزا خوچی یا آقای دلارام گلندام دختر شجاع بوده، هیچی در کنار از او استعداد خاصی در غیچک نواخته و دنبوره زده داشته بوده، چون هم زمان که آهنگ بخوانده هم دنبوره میزده و هم غیچک منواخته، در غیچک کسایی که اهل هنر هستن شاید توضیح ده بیدنه که امروزه هم یکی از پرده ها یا یکی از نقطه های هنری هزارگی شاملی از هنر یا موسیقی جهانی شده که هر از گاهی از موسیقی از موشون در بین موسیقی جهان دیده موشه که امروز یکی از نکات مهمی موسیقی داره هن هستن. خب واقعا جگر خون شدم که با خب دو زمان شاید شرایط تقاضا نمکدده، مثلا او فعالیت مکدده یا مثلا دوبیتی مکدده غزل میخوانده یا مثلا گفتی استرقی چک مثلا مینواخته ده، نه دیگه همزو خاطر شاید مردم چیمش بال نمشده دیگه، هر قم که بوده ده مثلا تهمت بسته در پایشی که او روانه زندان شده. تومت از اینجا بل موشه که آقای دلارام وقتی که در منطقه نودی بوده همزمان با وجود از ایک آهنگ بخوانده مکتب دمون از دکیهش بوده ده چکار مقده بوده که امون نانی از امون معلمان رای پخته مقده ده بلده معلمان مقده ده. خب این رفت آمد ها زیاد موشه زیاد موشه. خب در بین مردم گب گب بال موشه که آب مرزا یا امون معلمان در خانه به مرزا چکار میاموره، چون زمانی شوهر خلاص دستی داده شوهر دای خانه گفته بوده فقط مو سیدن اولاد چی بوده داده بخشین، چون یه پیش از او هم که نانی از مالی ما رو پخته کنه یا خدمت به اهل معارف بکنم، پیش از او هم مردمی را خوش ندیشته بوده بینا به خاطر از اینکه چرا آهنگ نخانه نه چرا آوازخانی بونه، چون در زمان جامعه قدر باستر نبوده که امروزه هم شاید قدر
شرایط مهیا نباشم. اول زمان امی عرصه تنگتر بوده، دایره تنگتر بودم. بنا به مدلیلم مردم به هر طریقی که مشته باید ایره سرکوب مگده، سرکوب و سرزنش مگده. و اینمی دلیل مشه که در ظرف 4 روز آقای دلارام از مالستان یا زرجرستان میگره و تا غزنی و بعد از هم تا زندان کابل. در زندان که بوده هم همواره شعر میخوانده و همواره دم و آواز میخوانده که بالاخره یک روز یا شاید هفته ها رو دربر میگرفته تا یکی رئیس زندان متوجه میشه که دختر خانم در اینجا هم میخوانه. خب هر قدر که قضیهش یا دوسیه زیرا جستجو مونه هیچ جور را نمیافته، بخاطر از اینکه چرا بندیشت چوی زندان بنده. خب که تا امروزه هم اتهامات که بالای آبی مرزا وارد شده بود و واقعیت تبدیل نشده، یعنی واقعیت از را کسی نفهمیده، هنوز هم گم مانده، گم نمانده، ولی هیچ کسی اثبات نتونسته که اونمو اتهامات واقعیت نشته بوده نه. خب وقتی که زندان رئیس زندان متوجه از اون مشکی آهنگ مخانه، بعد از اون تصمیم میگره که همچو آواز ها نباید در کنج زندان ها پستشنه، نه در زندان بمنه، چون قیدی شاید سالها برشته بوده یا سالها طول میکشده در زندان بوده. رئیس زندان چه کار مونه که ایرا بدون از اینکه امی گویا از طرف محکمه یک کدام نامه یا دستور را دریافت کنه، آبی مرزا را زندان آزاد مونه. خواه. چون بعضی شعرهای شیران در اونجا خوانده که اکثریت از آهنگا اکثریت شعرهای شیران سردار مالستانی زنده کرد، اینو میانی هم در اکثریت جایا در اکثریت از آرشیف ها آهنگای آبی مرزا موجود است، ولی تفکیک فرق از این اکثریت کسا نمیتونه تا آبی مرزا خوانده یا سفدر علی مالستانی خوانده. چون اردو اهل یک جامعه بوده و اردوش در یک محیط کلان شده بوده، اردوش در محیط در فرهنگ در لهجه و در گویش بلدیت شده و آشنا بوده، و مو خاطرم کسی تفکیک نمیتونه تا که دقت نکنیم، چون آواز استاد صدایش هم هم نو بوده دیگه. استاد سفدر مالستانی کس صدای ظریفی زنا نداره، صدای یزید تو تفکیکش خیلی دشواره، ولی یک آهنگ که از خود آبی مرزا که میگه که دو چشمان از سرمه مست کردی زدی ریگی به جانم تب کردی، از آقای دلارام بوده که او زمانی بوده که از مالستان مردمی رو برمونه به زور و آقای دلارام هم راهی جاغوری ماشه و باید سفر به جاغوری میبنده و چند مدت هم در جاغوری بوده که با دختری به نام گلنسا به جاغوری آشنا میشه که گلنسا هم اهل شعر بوده و اهل آواز بوده و طرفدار هنر بوده. چون خنجغیزی که آشنا میشه، گلنسا خنجغیزی کمک بیشتر و کمک شایانتر رمونه که آبی مرزا قدرتر بیتنه که دست باستر داشته باشه که زیادتر فعالیت کنه، چون یه شوق علاقهش بود با وجود از اینکه مردم از منطقهش دور کرده بوده آلاده شاید از بیشش گرفته بودن، ولی باز هم آهنگ خواندن خیلی نکردن که در زمان ها میگه که گل سربرگ مالستان میار، نه گل سربرگ تابستان میار، فرار از ملک مالستان میار، از آن روزی که گشتم از وطن دور و بلا من پریشان حال میارم. این شعرهای آبی مرزایی که استاد سفدرعلی مالستانی هم نواخته و خوانده. خوشبختانه امروز هستن شخصیت های کسایی که از طریق آقای دلارام خیلی در جاهای بلند رسیدن، خیلی در بین مردم جا باز کردن، خیلی در بین مردم معرفی شدن، که شما هم میدانین و مفهمین که کی هستن که از طریق آواز و از طریق سبک آبی مرزا خود را بانور کرد، در بین جامعه مشهور کرد، الگو کرد، تابلو کرد. ولی در هر حالش، در هر شرایط باید ما شما مدیون خدمات آقای دلارام باشیم، چون در اون زمان کارهایی را که او کرد بعید است که از من و تو بتونیم کارهای زور پیش ببریم. تشکر آقای جان از معلومات تو که بسیار خوب معلومات دادی درباره آبی مرزا آقای دیگه. امیدواریم که شما خوش ممده باشه دیگه. ما شما باید کوشش کنی که تاریخ را زنده بسازیم، مثلا مثل سرای آقای وری. خب بیننده ها و دوستای نهایت گرامی از ما دیگه، زیاد شما درد سر نمیدی، شاید هم خوشم نمده باشه، شاید هم خوشم نمده باشه دیگه. راستی همی دمی پسی ما ایج نگفتم دوستا، همی لایک سبسکرایب از زیاد چیم نره، حتما لایک سبسکرایب کنید ویدیو نزموره دیگه. خدا حافظ، خدا وان یارو نگه دارشیم دیگه. آقای ما ممتا شیبه شیبه مگه تو رای مخلا شده تا کوب مونه که
این از من کم منده بخیر دیگه می چی مکو اینجا که پر کنم باز جور نمبوب شون بخیر آره بخیر خیات از پیش گم نشد نه از خاطر که خانه تریک میشد گم زخاطر رو کم میکردم اخا از تشکر از همراهی یک های کشو وقت بالا قنجقه از ما بودین بازم چیم در این نظریات پیش نداد شما هستیم جدا از یکی قنجقه از ما باشید و فالوری از ما باشین پیشنهادای شما را ما میگرنیم و میخوانیم و طبق پیشنهادای شما پیش خود رفتیم برنامه هایی که در ذهن شما میگرده یا خواستن در عرض امروز اگر معلومات های شما بیشتر هستن ما را به نصیب نیلین و قنجقه از ما بگیم که ما قدرتر با خبر شنیم تا ویدیوهای بعدی همگی شما را بر لای یک تو بهم تا تاول منیم تا درود دیگر بدرود.